این روزها همه چیز زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار داره، حتی اخبار سینمایی و فرهنگی. به خصوص که پیروزی جو بایدن در انتخابات و پایان دوران دونالد ترامپ چیزی بوده که سینماگران و ستارگان هالیوود مدت‌های مدیدی بود که خواهان اون بودند. بنابراین وقوع این اتفاقات باعث واکنش شادمانه ستارگان هالیوود شده و اکثر اونها از شکست ترامپ اظهار خوشحالی کردند. ترامپ در 4 سالی که در کاخ سفید سکونت داشت، درگیری‌های لفظی زیادی با شخصیت‌های برجسته سینمای هالیوود داشت. فضایی که البته بعد از انتقادات تند و تیز ستارگانی چون رابرت دنیرو، مریل استریپ و براد پیت از ترامپ ایجاد شده بود. در این سالها ترامپ مریل استریپ رو عاشق هیلاری توصیف کرده بود و اسپایک لی کارگردان سیاپوست رو هم به حمله نژادپرستانه علیه رئیس جمهوری متهم کرده بود. ساشا بارون کوهن هم از نگاه دونالد ترامپ یک آدم مسخره بود که اصلا هم خنده‌دار نیست. ترامپ همچنین گفته بود که در نظر من او یک آدم منحرف بود. جیمی کیمل، رابرت دنیرو، براد پیت و فیلم انگل دیگر چهره‌ها و فیلم‌هایی هستند که ترامپ در دوره ریاست جمهوری ازشون انتقاد کرده. اتفاقی که باعث شده تصویری از او به عنوان یک سیاستمدار ضد اشراف لیبرال هالیوود در بین هوادارانش ایجاد بشه. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in this crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on the booty, kick your dog, fuck your bitch, fat boy dressed up like you sat on and took pictures with your kids, we the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench, I'm a mention of refresh, I'm a man. Get correct, I will walk into a court while they wreck screaming yes, I am guilty motherfuckers, I am dead. Hey, you wanna hear a good joke? اما از ساعتی بعد از اعلام پیشتازی و بعد از اون هم پیروزی قریب الوقوع جو بایدن، هالیوود هم به این اتفاق واکنش نشون داد. واکنشی که آغاز کنندهش اسپایک لی بود که کلیپی از ترانه آزادی فیلادلفیا اثر التون جان رو در صفحه اینستاگرامش به اشتراک گذاشت و گفت این انتظار دراز به سر آمد، سرانجام. اما تنها هالیوودی نبود که خوشحالی خودش رو از شکست ترامپ رسانه‌ای کرد. بعد از اینکه نیویورک تایمز با اشاره به اینکه ترامپ در حالی که عازم زمین گلف بود خبر پیروزی بایدن رو شنید، عملاً بی‌مسئولیتی رئیس جمهور رو به سخره گرفت، بسیاری به این قضیه واکنش نشون دادند. از جمله پول شریدر، نویسنده فیلمنامه‌های گاو خشمگین و راننده تاکسی، که عکسی از ترامپ در حال بازی گلف به اشتراک گذاشت. بازیگران سیاه‌پوست در میان در ابراز خوشحالی از هم پیشی می‌گرفتند. وایولا دیویس بازیگر اسکاری نوشت فیلادلفیا، آمریکا، سیاه‌پوستان، خدا به شما خیر بده. حالا بیاید برای سنا بجنگیم. کری واشنگتن دیگر بازیگر سیاه‌پوستم نوشت مردم حرفشون رو زدن و با صداشون تاریخ ساز شدند. اما سفیدپوستا هم از رفتن ترامپ خوشحالند. پاتریشیا آرکت هم نوشت شما هم احساس میکنید که 100 کیلو وزن از روی دوشتون برداشته شده، من همچین احساسی دارم. کریس ایوانز بازیگر نقش کاپیتان آمریکا هم به توییت ترامپ که ادعا کرده بود من انتخابات رو بردم با اختلاف، جواب داد که نه نبردی، تو باختی. اما نظرات بامزه هم در این میان کم نبود. ریکی گراویس گفت همه چیز تموم شده، حالا میتونم بگم که این من بودم که خفاش خوردم. سم اسماعیل کارگردان سریال آقای ربات هم نوشت اول باید این کاخ سفید رو گندزدایی کنیم و بعد بایدن رو به اونجا بفرستیم. بن شوارتز کمدین هم گفت همه خوشحالیم و خسته. چنین فضایی در روزهای اخیر در حالی در هالیوود علیه دونالد ترامپ شکل گرفت که ستارگانی چون بروس ویلیس، استفن بالبین، چارلی شین، سیلوستر استالونه و جسیکا سیمسون به عنوان طرفداران ترامپ به رسانه ها گفتند که آمریکا جای خالی دونالد ترامپ رو خیلی زود احساس خواهد کرد.
انتشار ویدئویی از یک نوازنده برجسته ساکسیفون که این روزها دور از وطن برای گذران زندگی در خیابان‌های استانبول ساز می‌زنه، یه بار دیگه بحث مهاجرت اخیر هنرپیشگان و موزیسین‌ها رو در فضای هنری ایران داغ کرد. ماجرا از اونجا آغاز شد که یکی از خبرنگاران شناخته شده ی حوزه موسیقی ویدئویی غم‌انگیز از ایمان جعفری پویان، نوازنده برجسته ساکسیفون که به ترکیه مهاجرت کرده، منتشر کرد که نشون میداد این نوازنده سرشناس برای گذران زندگی در خیابان‌های استانبول ساز می‌زند. این پست مجازی که با هشتگ سونامی مهاجرت اهالی موسیقی منتشر شد، خیلی زود در فضای مجازی دست به دست شد و مخاطبان رو به یاد کسانی انداخت که در چند وقت اخیر از ایران خارج شدند. در حقیقت ایمان جعفری پویان که در ارکسترهای محمد رضا و همایون شجریان، فرهاد فخرالدینی، علیرضا افتخاری، علیرضا قربانی، رضا یزدانی، محسن یگانه، رضا صادقی و بزرگان دیگری نوازندگی کرده، نه اولین موزیسین و نه تنها هنرمند مطرحی که در روزهای اخیر خبر مهاجرتشون رسانه‌ای شده. در ماه‌های اخیر بسیاری از خوانندگان و موزیسین‌های کشور از جمله مانی رهنما، هومن نامداری و فرشاد حسامی مهاجرت کردند. در شرایطی که آمار و ارقام مبتلایان و مرگ و میرهای کرونایی به شکل ترسناکی بالا رفته، تا این لحظه جدیدترین هنرمندانی که به کرونا مبتلا شدند محسن تنابنده و همسرش هستند که گفته میشه تستشون مثبت شده و به قرنطینه رفتند. تنابنده که بیشتر با شخصیت نقی سریال پایتخت در بین مردم شناخته میشه، ظاهراً سر صحنه فیلمبرداری فیلم سینمایی روزی روزگاری آبادان که حمید آذرنگ اون رو کارگردانی میکرده به کرونا مبتلا شده. محسن تنابنده و همسرش البته در بیمارستان مورد پذیرش قرار نگرفتن و همکنون در منزل تحت درمانند. البته تنابنده و همسرش تنها نیستند و در روزهای اخیر متاسفانه تعداد بازیگران و در کل سینماگرانی که به کرونا مبتلا میشن روند صعودی داشته. تا جایی که گفته میشه سینا مهراد هم در روزهای اخیر به کرونا مبتلا شده. سینا مهراد که این روزها سریال نمایش خانگی آقازاده رو در پخش داره، به گفته دوستانش در قرنطینه کامل و قصد نداره که به بیمارستان بره. دنیا مدنی، بازیگر سینما و تلویزیون که به تازگی او رو در سریال زمین گرم سعید نعمت‌الله دیدیم، دیگر بازیگریه که در هفته‌های اخیر از ابتلای خود به بیماری کرونا خبر داده. دنیا مدنی در پست اینستاگرام خود با لحنی شوخ خبر ابتلای خودش رو اعلام کرد و گفت تنها چیز مثبت این روزهام جواب کرونا بود. لعنت. پیش از این اخباری درباره ابتلای نوید محمدزاده، محمدرضا گلزار، ستاره اسکندری، بهمن فرمان‌آرا و شماری دیگر از سینماگران هم به کرونا منتشر شده بود. در این بین واکنش فرمان‌آرا به این قضیه بامزه‌تر بود که نوشته بود پوز کرونا را خواهم زد. Orson Welles. Of course it is. I think it's time we talked. What is it? The writer says, tell the story you know. انتشار تریدرهای کنجکاوی برانگیز و عکس‌های سیاه‌سفید جذاب منک، فیلم جدید دیوید فینچر، یه بار دیگه نام این فیلمساز محبوب رو در مجامع سینمایی و رسانه‌ای بر سر زبون‌ها انداخته. فیلمی که از همین حالا توقع زیادی دربارش وجود داره و سینما دوستانی که مزه به یادماندنی فیلم‌هایی مانند هفت، بازی، باشگاه موشتنی، شبکه اجتماعی و زودیاک رو از خاطر نبردند، برای دیدنش روز شماری می‌کنند. دیوید فینچر که منک رو 7 سال بعد از فیلم دختر گم شده جلوی دوربین برده، در این فیلم پشت صحنه فیلم مشهور همشهری کین و زندگی هرمن منکویچ، نویسنده فیلمنامه این فیلم رو به تصویر کشیده. همشهری کین که در بیشتر نظرسنجی‌های سینمایی به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما انتخاب شده، بر اساس فیلمنامه 300 صفحه‌ای منکویچ جلوی دوربین رفته. فیلمنامه‌ای که ابتدا آمریکایی نام داشت، اما اورسن ولز اون رو به همشهری کین تغییر داد. گری اولدمن که پیشتر برای فیلم تاریک‌ترین ساعات اسکار بازیگری رو به دست گرفته، در منک نقش منکویچ رو داره که در عصر طلایی هالیوود نقش بسیار زیادی داشته. اماندا دیویس هم نقش ماریون دیویس رو داره
تام بریک در نقش اورسون ویلز و لیلی کالینز در نقش ریتا الکساندر دیگر بازیگران اصلی این فیلم هستند. چند هفته پیش فینچر اعلام کرد که منک رو در اواسط آذر ماه از طریق سرویس استریم نتفلیکس هم منتشر خواهد کرد. به علاوه قرار شده این فیلم در یک سری سینمای منتخب هم نمایش داده بشه تا شانس حضور در فصل جوایز امسال رو هم از دست نده. به خصوص که منتقدان و رسانه‌های سینمایی در اولین دور از کمپین تبلیغاتی این فیلم پیش بینی می‌کنن منک یکی از شانس‌های اصلی فصل جوایز سینمایی خواهد بود و به خصوص در شب اهدای جوایز آکادمی چند تن از عوامل فیلم از جمله خود دیوید فینچر و شماری از بازیگران فیلم این شانس رو دارن که مجسمه طلایی اسکار رو در دست بگیرند. ناگفته نمونه که این فیلم اخیراً برای تعدادی از منتقدان پخش شد که نمره بسیار خوب 7.9 رو از اونها کسب کرد. Your secret friend underneath the bridge. Who? Top has sprung a leak, and the animals I've trapped haven't a clue. All become my pet. Let's play a game, just me and you. Any of this mean anything to you? فکر میکنید در بین ابرقهرمانانی که روی پرده سینما یا در صفحات کتابها هر کار غیر ممکنی رو میکنند و نیروهای شیطانی رو به هر شکل از سر راه برمیدارن قهرمانشون کدوم باشه؟ بتمن، سوپرمن، مرد آهنی، مرد شنی یا اسپایدرمن؟ نه بتمن، نه مرد آهنی و نه سوپرمن هیچ کدوم این مقام رو در اختیار ندارند. بلکه برخلاف انتظار این عنوان در اختیار اسپایدرمنه که پرسودترین ابرقهرمان شناخته شده. یا قهرمان تمام این قهرمانان سوپر هیرو. طبق آماری که هفته گذشته منتشر شد، آیدی اسپایدرمن یه سال گذشته از تمامی ابرقهرمانان دیگه بیشتر بوده. یعنی که پرسودترین ابرقهرمان دنیا اسپایدرمن یا همون مرد عنکبوتی معروفه. شخصیتی سودآورتر از تمامی شخصیت‌های دیگر دنیای کتاب‌های مصور. حتی بتمن هم که تا یک سال پیش سودآورترین شخصیت برگرفته از کتاب‌های مصور بود، حالا در قیاس با اسپایدرمن کم آورده. طبق آمار منتشر شده، تنها در یک سال اخیر محصولات اسپایدرمن از قبیل فیلم، بازی، نمایش، کتاب و اسباب بازی سودی در حدود 1.3 میلیارد دلار برای کمپانی مارول برمغان آوردند. درآمدی نجومی که حدود 4 برابر درآمد 305 میلیون دلاری محصولات اونجرز یا همون انتقام جویانه و البته 3 برابر درآمد 494 میلیون دلاری بتمن. این یعنی بعد از 57 سالی که از اولین ظهور مرد عنکبوتی میگذره، حالا دیگه میشه با اطمینان گفت که این ابرقهرمان از نظر محبوبیت از بتمن و سوپرمن سبقت گرفته و حالا با فاصله محبوبترین سوپر هیروی تاریخه. Yeah.
a train to catch. بریم سراغ اخبار کوتاه. ظاهراً براد پیت خیلی دلتنگ آنجلینا جولیه و به این دلیل از هر فرصتی برای سر زدن به او استفاده میکنه. براد پیت که پاپاراتسیا میگن در دوران قرنطینه به خونه آنجلینا جولی رفت و آمد داشته، چند روز پیش یه بار دیگه هم به خانه جولی در شهر لس آنجلس رفت. پیت که به گفته روزنامه سان خیلی تلاش میکرد که توسط پاپاراتسیا شکار نشه، گفته که میخواسته با آنجلینا جولی درباره مسائل مربوط به حضانت 6 فرزندشون صحبت کنه. اما خبرنگارا میگن هدف از این ملاقات 1.5 ساعت آشتی با آنجلینا جولی بوده که ظاهراً تیرش به سنگ خورده. خبر کوتاه دیگه این هفته مربوط به بهاره رهنماست. نه نگران نباشید، بهاره رهنما این هفته نه با کسی دعوا کرده، نه کسی رو نفرین کرده و نه لاغرتر شده. رهنما که علاوه بر بازیگری فعالیت اقتصادی هم داره، این هفته مدلینگ رو هم به فعالیتاش افسوده و از برند تولید شال خودش رونمایی کرده. بهاره رهنما پیشتر خط تولید ات خودش رو هم با همراهی همسرش راه انداخته بود. مایکل جی فاکس رو یادتونه؟ خبر دیگه این هفته هم به او ربط داره. این بازیگر که بیشتر در فیلم بازگشت به آینده در خاطر موند، در جدیدترین مصاحبهش گفته که احتمالاً حرفش به عنوان بازیگر به پایان رسیده. مایکل فاکس 59 ساله که مبتلا به بیماری پارکینسونه، گفته که به دلیل این بیماری حافظش برای حفظ کردن دیالوگ‌ها خیلی ضعیف شده و به این دلیل بازیگری دیگه براش کار بسیار سختی شده. این بازیگر البته گفته که تصمیم نداره که کار در هالیوود رو به طور کامل متوقف کنه و امیدواره بتونه با نوشتن فعالیت خودش رو ادامه بده. خبر بعدی هم خدافظی همیشگی ونتورث میلر با فرار از زندانه. این بازیگر در صفحه اینستاگرام خودش اعلام کرد که به دلیل بدرفتاری با دیگر باشان قصد بازگشت به فرار از زندان رو نداره. خبر دیگه این که با اینکه جانی دپ رو به خاطر دعواهاش با امبر هرد از فیلم سینمایی جانوران شگفت‌انگیز 3 کنار گذاشتن، اما گفته میشه که او دستمزدش رو طبق قرارداد دریافت خواهد کرد. دلیل پرداخت تمام و کمال دستمزد 8 رقمی جانی دپ اینه که او پیش از کنار گذاشته شدن یک صحنه از فیلم رو بازی کرده و طبق قرارداد باید دستمزدش پرداخت بشه. و خبر آخر هم درباره اسکاره. همونطور که گفته بودیم فیلم خورشید مجید مجیدی نماینده سینمای ایران در اسکار شد. خوب گوش کن ببین چی میگم. زیر آرامگاه قبرستون یه زیر خاکیه، اونو برداری اسمم بیاری بار تو بسی گرفتی نه آقا، خود خودشه، خود گنجه. اینو تو زیزنه؟ اول از همه میری تو این مدرسه اسمت رو می‌نویسی. صفایسین هر جا راتونه ده دیوار میرین تو؟ ما اینجا واسه سبتان هر کسی پول نمیگیریم. شغل پدر. آقا بابا اون رفته. بابای ما افسر. به چی؟ مرده. آقا بابا ما رفته. اونجا یه علامته. اون علامت به ما میگه جای زیر خاکی کجاست. اگه کسی بو ببره بد میشه. همه رو تقصیر توه. چی؟ زیر خاکی که پیدا کردم با سهم هم حسابتون رو میدم. چرا دیگه کردی؟ باشه بیا. بیا. علی میدونی اصلا داری چی کار میکنی؟ دست کنیم. آه، همه کریم آقا. سر کلاس هم که بندیش.